با درود عرض ادب خدمت هموطنان گرامی در سرتاسر جهان، امروز در کنار یاران جمع شدیم تا درباره میراث فرهنگی، سیاسی و اجتماعی شهبانو فرح پهلوی گفتمانی رو داشته باشیم تا بماند به یادگار. روزش بخیر. قبل از اینکه صحبت ها ما آغاز میکنم، نیاز هست یک پرسشی رو از ایرانی از خودش داشته باشه و اون هستش که چرا در طی 43 سال گذشته جمهوری اسلامی هزینه هنگفتی رو متحمل شده که به شخصیت شهبانو فرح پهلوی تهاجم بکنه و چرا تا به امروز این حرکت ادامه داشته؟ من بحثم آغاز میکنم از دو منظر. جایگاهی که محمد رضا شاه پهلوی برای ملکه ایران به وجود آوردند و مقامی که اعطا شد بهشون، به خصوص پس از اینکه کشور ما توسط اعراب مورد تهاجم قرار گرفته بود و ما یک روند نزولی رو از جایگاه بانوان به عنوان نقش برابر در جامعه ایرانی شاهد بودیم. در دوران رضا شاه بزرگ اولین گام ها برداشته میشه و در زمان محمد رضا شاه هست که بزرگترین حقوق بانوان ایرانی دوباره احیا میشه و این نقطه خیلی مهمی هستش، نه تنها به خاطر نقشی که اونها تونستن به شکل برابر در جامعه ایرانی بازی کنن، بلکه به عنوان تربیت کننده نسل‌های بعدی. و بعد می‌پردازیم به جایگاه شهبانو فرح پهلوی، چگونه ایشون تونستن عملکرد خودشون رو به بهترین شکل ممکنه در این جایگاه انجام بدن که این خودش بسیار حائز اهمیت هستش، نه فقط به خاطر خدماتی که ایشون ارائه کردن، بلکه به عنوان الگویی که شناخته شدن به عنوان یک زن ایرانی و جایگاهی که زنان ایرانی در کنار مردان ایرانی میتونن پیدا بکنن و ما رو تبدیل بکنه به یک جامعه واحد و برابر. این نکات بسیار مهمی هستن که ما باید بهش بپردازیم و در ادامه این برنامه توضیحات خدمت ما هست. آروین جان بلندگوری میدم شما. سپاس از شما بابک گرامی و درود به ایرانیان در هر جای دنیا که هستن. من صحبتم رو درباره خدمات شهبانو فرح پهلوی درباره مسائل رفاه اجتماعی ایران آغاز میکنم. امروز همه میدونن که اوضاع اقتصادی ایران، اوضاع مردم ایران بسیار آشفته است، برای اینکه امروز دلسوزی نداریم، ولی پیش از فاجعه 57 شهبانو به همراه شاهنشاه آریامر واقعا دغدغه‌شون و اولویت‌های اصلیشون رفاه مردم ایران بود. به گفته شهبانو زمانی که شاهنشاه آریامر توجهشون به مسائل کلی کشور بود، از جمله مسائل کلی اقتصادی که پایه ثبات و امنیت، یا به گفته ایشون تولید ناخالص ملی، شهبانو به شادی ناخالص ملی توجه داشتند و تلاش های ایشون برای شاد کردن دل مردم ایران بود و نقش بسیار مهمی رو در مسئله رفاه داشتند. و رفاه هم میتونیم به کلی فقط تعریف بکنیم که یعنی مبارزه با فقر، بیماری و بیسوادی یا هر مشکل اجتماعی که باعث رنجش مردم ایران میشد. ایشون واقعا از جنس مردم بودند، از خود مردم بودند و با فروتنی که داشتن به دربار یک چهره انسانی تری دادند. ایشون سالانه بیش از 50,000 نامه دریافت می‌کردند با درخواست کمک مردم که به همه اینها رسیدگی می‌شد و به داد مردم ایران می‌رسیدند، چیزی که امروز در ایران دیگه وجود نداره، یعنی در 40 سال گذشته همچین چیزی رو ما ندیدیم. شهبانو حامی سازمان‌ها و تشکیلات‌های بسیاری بودند که برای رفاه مردم ایران کوشش می‌کردند و بسیاری از نهادهای دولتی حکومتی هم که با رفاه اجتماعی کار می‌کردند و می‌کوشیدند که زندگی مردم ایران رو بهتر کنند، ریاستشون به عهده شهبانو فرح پهلوی بود. من فقط خیلی کوتاه برای اینکه زیادم وقت نگیرم، یه چند تا از این تشکیلات ها و سازمان ها رو مثال میزنم که فقط همیهنان ما
متوجه بشن که واقعا چه داشتیم و چی را دست دادیم. در مسئله فقر و مسئله اقتصادی به طور مثال میشه از جمعیت حمایت کودکانی بی سرپرست یا شورای عالی رفاه اجتماعی نام برد که جمعیت حمایت کودکان بی سرپرست میکوشیدن که در درجه اول بچه هایی که بی سرپرست بودند در خانواده های ایرانی بزرگ بشن و اگر امکانش نبود در نهادهای دولتی حکومتی، چیزی که امروز ما در دنیای غرب اینو میبینیم. در زمینه بهداشت لیست بسیار طولانی از تشکیلات ها و سازمان هایی هستن که شهبانو باشون کار میکرد. به عنوان مثال بنگاه حمایت مادران و نوزادان، کنگره پزشکی ایران که هر سال در ایران برگزار میشد و افتتاحیش با اولیاعظمت شهبانو بود، جمعیت کمک به جذامیان، جمعیت ملی مبارزه با سرطان، شورای عالی بهداشت، سازمان انتقال خون ایران که زمانی این سازمان انتقال خون ایران برپا شد که هنوز بسیاری از آخوندها خون دادن رو حرام میدونستن و اشتباه میدونستن و شهبانو کوشید که این تابو رو بشکنه و از مردم خواستن که خون اهدا کنند. و در زمینه سوادم بخوام مثالی بزنم، جمعیت خیریه فرح پهلوی هستش، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هستش، آموزشگاه نابینایان رضا پهلوی هستش و بسیاری بسیاری دیگر که اگه دوستان فقط این رو در گوگل جستجو بکنن لیستای زیادی در میاد با تمام تلاش های ایشون. در دوره دوم که صحبت میکنم به طور جزئی میپردازم به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که فکر میکنم برای بسیاری مخصوصا از جوانان امروز که آگاهی زیادی از دوران گذشته، دوران طلایی ندارن، براشون جالب باشه. سپاسگزارم و میکروفون رو میدم به میلاد عزیز. درود میگم به همه کسانی که حالا ما رو میبینن. سپاس از بابک گرامی و آروین در مورد نکاتی که گفتن. رویکرد من به شهبانو فرح پهلوی از رویکرد نهادهای اجتماعی هستش. یعنی ما در جامعه ایرانی وقتی تولید رو از یک اندازه بالاتر میبریم، وقتی پول نفت وارد میشه، وقتی بعد این رو هم میسنجیم در مورد ساخت گسترده‌ای که درباره زیرساخت‌ها داره انجام میگیره، جامعه داره پیشرفت میکنه، انقلاب سفید داره انجام میشه و همه اینها در یک پایه تمدنی پیچیده‌ای داره انجام میشه به اسم تمدن بزرگ ایران یا یک جوری زنده شدن اون اندیشه‌وری و تولید در ساختار ایرانی. ما توی جوامعی که بسیار متمدن میشن در سطح و اندازه خودشون، شما همیشه از یک اندازه خوراک و پوشاک و سرپناه میگذره و گذر میکنید، جامعه با چیزهای تازه‌ای روبرو میشه و از جمله نهادهای پیچیده‌ای که به اون نیاز پیدا میکنه آموزش. آموزش از بنیادی ترین نهادهایی هستش که در جوامع مختلف هستش. منتها هر چقدر مقدار تولید شما افزایش پیدا بکنه و نیاز شما به زمینه‌های گوناگون کاری بیشتر بشه، آموزش نقش مهمتری پیدا میکنه. یا در بخش‌های دیگه ما میتونیم به آموزش دوباره برگردیم. جامعه‌ای که تمدن شکوفا میشه و پیشرفت میکنه همزمان به چیزی نیاز داره که بهش میگیم سرگرمی. سرگرمی یا بالا روی هم رفته میتونیم انترتینمنت یا هر چیزی اسمش رو بذاریم، مجموعه بسیاری از کالاها، خدمات یا وظایفی هستش که کسانی در مجموعه از پیشه ها انجام میدن تا اهالی جامعه بتونند به زمینه های روحی و کاری بهتر و پیچیده تری دست پیدا بکنن. بنابراین شما کارهایی که شهبانو فرح پهلوی انجام دادن رو تو این زمینه ها میتونید ببینید که همزمان که جامعه داره مقدار درآمدش افزایش پیدا میکنه، همزمان که دستمزدها داره رشد میکنه، همزمان که شما با کالاهای پیچیده تر و گوناگون تری روبرو میشید،
شما وقت خالی بیشتری دارید، توقع جامعه برای بر نمونه تماشای فیلم، داشتن بازی ها و همه اینا افزایش پیدا میکنه، بازی ها پیچیده تر میشه. این بازی رو من به صورت کلی در مورد بسیاری از کارهایی که یک راست کار تولیدی انجام نمیده اما مردم دوست دارن که اون رو انجام بدن به خاطر اینکه وقت خالیشون رو بگذرونن و در اون یک چیزی یاد بگیرن و هوش و خردشون رو نسبت به همدیگه به نمایش بگذارن، توانایی ریاضی یا کارهای دیگه که میتونن انجام بدن. و اینجایی که ما دوباره به آموزش نیاز داریم، بنابراین آموزش به مثابه یکی از ریشه‌ای‌ترین نهادهای اجتماعی در چند جا شما میبینید که مورد پشتیبانی قرار میگیره از سوی شهبانو و نقش گسترده‌ای که داشت. از بالا که نگاه میکنیم به نظر میاد که خب یه جامعه پویا خودش میتونه این کارها رو انجام بده، ولی شما توجه بکنید ما رشد وقتی خیلی زیادی داریم نسبت به مقدار پولی که داره وارد جامعه میشه نیازمند کمک حکومتی هست برای اینکه چیزهایی که جامعه به مرور قبلا آموخته و دوباره میخواد حالا یادآوری بکنه برایش یا اونها رو گسترش بده، از جمله سازها، بازیها، هنرها، هنرها انواع گوناگونش، رقصها یا هر چیز دیگه، اونجا نیاز به کمک دولتی است. از این جهت هستش که اون روی کردی که میگه که حکومت ها بزرگترین فرهنگ سازان هستن، اینجا اون فرهنگ سازی، بهینه سازی و آموزش درست متناسب با دانش روز رو میتونیم از سوی شهبانو ببینیم. و من حالا تو دوره بعد اندکی دوباره به نهادهای اجتماعی و کارایی اونها در یک بستر تمدنی خواهم پرداخت، چون میدونم عرفان حرفهای بهتری خواهد داشت. عرفان جان بفرمایید. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه دوستان و نازنینان و امیدوارم که در هر کجا که هستین شاد و سربلند بشید. شاید بهترین فرصت هست در ایامی که رسانه‌های معتبر جهان به نقش یک ملکه تازه در گذشته در انگلستان می‌پردازند و میراث اون رو بررسی می‌کنند، ما بیایم از فرهنگ پادشاهی ایرانی یاد بکنیم در حالی که شهبانویی در قید حیات هست و این ارزشش به نظرم به مراتب بیشتر هست تا اینکه شخص از صحنه خارج بشه. درباره شهبانو فرید پهلوی بنده به از روی کرد امنیتی سیاسی نگاه میکنم. شهبانو فرید پهلوی شخصیتی است که در دورانی که موج تروریسم اسلامی در ایران رشد بسیار داشته، از یک سو موج مخرب و ویرانگر چپ و حزب توده و به عبارتی کنشگران مارکسیست لنینیست، در این دوران ایشون در واقع تاج شهبانویی بر سر گرفته از شاه فقید ایران، بنابراین نقش بسیار حائز اهمیتی رو داره در پرورش فکر و اندیشه در داخل ایران. اما چند نکته هست از نظر سیاسی امنیتی درباره شهبانو فرید پهلوی حائز اهمیت هست. نکته اول، شناخت ایشون از مراکز امنیتی نظامی به مراتب کمتر از شاه فقید بود، چون شاه فقید نگاه سنتی جامعه ایران به مراکز امنیتی نظامی رو به خوبی میدانست. شهبانو نگاه مدرن و لیبرال داشت به قضیه و تمام افرادی که در دربار بودن یا در نهادهای امنیتی بودن یا در نهادهای نظامی بودن بارها و بارها در خاطراتشون به این مسئله اشاره میکنن که سر مسائل امنیتی و نظامی یک بگومگوی بین شاه فقید و شهبانو بوده و علتش هم همون نوع لنز و نوع نگاهی است که شهبانو داشته به مسائل امنیتی و نظامی. و نکته‌ای که خیلی حائز اهمیت هست، مثلا این شاید برای بیننده ها جالب باشه به ویژه برای دختران و زنان ایرانی، که نصیری رئیس دستگاه ساواک سازمان اطلاعات امنیتی کشور همسرش رو طلاق داد و یک همسر جوان گرفت، مثلا با اختلاف سنی شاید بالای 30 و خورده ای سال. و حالا شهبانو که این ویدیو رو می‌بینن جسارت بنده رو ببخشن که این راز رو بنده از دو نفر شنیدم، یکی زنده یاد فریدون جم، یکی هم جناب پرویز ثابتی. اینجا من بازگو میکنم برای نسل جدید. و اینکه در دربار نصیری میخواست زن جدید رو به دربار معرفی بود، وقتی وارد دربار شد خب همه بنا به رسم و رسوم تبریکات خودشون رو گفتن و اینا، تنها کسی که حاضر نبود تبریک بگه شهبانو فرید پهلوی. چرا؟ چون معتقد بود در این ازدواج حرمت زن نگه داشته نشده و زنی که 30 اندی سال کوچکتر از شوهر هست
این ازدواج معنا و اعتباری نداره. یعنی اینقدر این انسان نگاه آزادمنشانه داشته که حتی در دربار هم دوست داشته برخلاف همه حرمت آن زن جوان رو نگه داره، گرچه شوهر ایشون رئیس ساواک بوده، یعنی نعمت الله خان نصیر. این نکته بسیار شاید جذابی باشه که ایشون چه نوع نگاهی داشته به انسانهای پیرامون خودش. و نکته دیگه که پس اینه که خب شاه فقید ایران خیلی مردمی بود. از زمانی که توده‌ها و مسلمان‌ها قصد ترور شاه رو داشتن، در نتیجه نهادهای امنیتی و نظامی کارشون حفظ امنیت شاه فقید ایران بود. شهبانو دائم مخالف بود، دائم با افراد ساواک درگیر بود، دائم با افراد گارد شاهنشاهی درگیر بود. خودشون هم اگر این ویدیو رو میبینن شاید شاهد صادق این قضیه باشن که باور و اعتقادی به پروتکل امنیتی و به پروتکل نظامی نداشت و دوست داشت که بیشتر مردمی باشه، ولی خب نمیشد. عملاً زمانی که تروریست‌های اسلامی و کمونیست در داخل کشور فعال هستند و حتی خواستن پسر ایشون که شاهزاده است، یک انسان‌هایی که الان امروزه اسم هنرمند و فیلمبردار و غیره وزاره که خودشون گذاشتن، اونا می‌خواستن شاهزاده مملکت رو هم بدزدن. وقتی هم با اون افراد الان گفتگو می‌کنید که خیلی خوب حالا فرض ایشون رو دزدیدین و آدم رو بایی کردین، کجا می‌خواستین برین؟ اونجا دیگه جواب و پاسخی ندارن. اینم راز دوم که شاید برای دوستداران شهبانو جذاب باشه. اما شهبانو حتی مخالف دستگیری ها بود، یعنی تروریست های خونخوار و مخرب های ویرانگر چه در گروه های اسلامی و چه در گروه های توده‌ای وقتی دستگیر می شدن، یکی از افرادی که همیشه پادرمیانه می کرد برای آزادی این افراد شهبانو فرای بلده بود. این که یک سری شایعاتی درباره ایشون برخی افراد نادان و ضد ایران مطرح میکنن که ایشون نمیدونم چپ بوده، گرایش‌های چپی داشته و غیره، بنده اینجا عرض بکنم که ساواک مملکت اجازه نمیداد ایشون همسر شاه فقید ایران بشه اگر این شایعات درست میبود. در دور بعدی هم صحبت خواهم کرد برای برخی از افراد وابسته به نهادهای اسلامی که در واقع دام پهن کردن در برابر شهبانو، که این باعث شد که شهبانو برخی خطاهای امنیتی هم داشته باشه اگر با روی کرد انتقادی به قضیه نگاه بکنیم، که خب بالاخره به تاریخ پیوسته، ولی من از این لحاظ بگم که ایشون پرستیژ کشور ایران بود در دیدارها و وقتی با افراد مختلف دیدار میکرد، چه به انگلیسی چه به فرانسه، فرانسه بسیار زیبایی هم بلد هست، در واقع ایشون پرستیژ بود برای ایران و مقام زن ایرانی رو در واقع در اون پرستیژ معرفی کرد و در اون شخصیت به جهان عرضه کرد. در دور دوم بنده راجع به اون دو تا نکته هم عرض خواهم کرد. من فکر میکنم میکروفون رو باید برگردونم به بابا جون. با سپاس.